همیهنانمون بایستی بدونن که خب مسئله اتحاد نیروهای اپوزیسیون که دهه هاست بحثش بوده، منتها شرایط امروزی کشور و به خصوص از اون روزی که این کشتار مهسا انجام گرفت و اصلا جرقه‌ای بود برای یک انقلاب کنونی که درش میگذاریم، خب خیلی برخوردها تغییر پیدا کرد جهت یک همسویی، حتی تا حدی که اون قشر معروف به خاکستری درون کشور نیز به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که این حکومت سر جاش باشه واقعا به هیچ آینده‌ای که همیهنانمون در نظر دارن در جهت آزادی، در جهت ترقی، در جهت پیشرفت پیش نخواهد اومد. ما سعی کردیم در این گروه اولیه که البته گستردگیش میتونه خیلی بیشتر بشه، این کار رو آغاز کردیم برای اینکه حرکت به نتیجه برسه. همیهنانمون از همه ما مدت ها میگفتن خب چرا ائتلاف نمی کنید، چرا کار نمی کنید، که در اونجا توضیح دادیم که خب افراد که با هم ائتلاف نمی کنن، احزاب و سازمان ها هستن که با هم ائتلاف می کنن. ما میتونیم همسو باشیم، همسنگر باشیم، هم پیمان باشیم، که دقیقا این کار رو کردیم و هدف ما این بوده که اتفاقا پشتیبانی خودمون رو از تمام گروه ها یا سازمان هایی که میخوان و حاضر هستن با هم کار بکنن حمایت خواهیم کرد و پشتیبانی خواهیم کرد و اونها نیز به سهم خودشون از این ابتکار عملمون پشتیبانی میکنن، چون هدف ما ایجاد هرچی بیشتر همسویی و همبستگی است. اکنون میبینیم که چند گروهی هستن که این کار رو آغاز کردن و مطمئنن امیدوار هستیم که در ادامه کارشون و برنامه ریزی هایی که پشت سرش قطعا خواهد اومد از کمیته های مشخصی که باستی تشکیل بشن جهت کارهای خاص از نظر کارهای حرفه‌ای و همطور دوستانی که میخوان ملحق بشن و حمایت بکنن پشتیبانی کنن از این هدف و برنامه ما. همطور که دوستان میدونید خب این سفرهایی که اخیرا در اروپا داشتیم همش در جهت اطلاع رسانی و آماده سازی جو جهانی برای پذیرش یک راهکار آلترناتیو به نظام جمهوری اسلامی است. بسیار هم استقبال شده تا کنون و دعوت های دیگری را در پیش خواهیم داشت که امیدواریم که نه تنها افراد این گروه بلکه کسانی که تشکیل دهندگان اون گروه سیاسی هستن اونا نیز نمایندگان خودشون رو همراه ما داشته باشن که با هم به عنوان یک به قول معروف یک تیم، یک دلگیشن بتونیم بریم با پارلمان های مختلف صحبت بکنیم و نهایتا دولت هایی که آمادگی شنیدن این صحبت رو امروز دارن. بذار که تو این 40 سال همینان واقعا نداشت، متاسفانه دنیا فقط محدود بود در صحبت و دیالوگ با جمهوری اسلامی و مسئولین و نمایندگانش. این بار اولیست که دنیا به شکل جدی حاضر شده که با کسانی که نمایندگان آلترناتیو این نظام هستن، بخش عظیمشون که نیروهای سکولار دموکراتیک مملکت رو تشکیل میدن و البته به صورت متکثر، ما بتونیم این جبهه واحد رو با اندیشه‌های گوناگون و به اصطلاح گروه بندی های مختلف که قطعا در امان هست ولی امروز در این مرحله از مبارزه بتونیم یک صدا و هماهنگ پیش بریم و تمام هدف ما نهایتا پشتیبانی از خواست و اراده همیهنانمون در داخل کشور هست. تمام کار و مبنای ما حتی خود این منشور بر مبنای خواست و انتظار دوستانی که در درون کشور بودن هستش که در واقع ازش الهام گرفتیم و این مشروع رو به این شکلی که میبینید تکمیل کردیم. ممکنه کامل و بدون ایراد نباشه ولی اون چیزی بود که ما با بهترین نیت همسویی و همکاری فراهم کردیم و امیدوار هستیم که این فرهنگ جدید، این طرز رفتار جدید، این همسویی و همکاری رو در این جا انداخته باشیم. به هر حال این امیدوارم که این قدم مثبتی باشه در جهت خاص و انتظاری که همیهنانمون داشتند و دارند و به سهم خودشون نیز بتونن به همدیگر یاری برسونن و واقعا بتونیم دست در دست هم پیش بریم در این مبارزه.